ژیلان مساعد، شاعر ایرانی تبار سوئدی، به عنوان عضو جدید آکادمی سوئد که هر ساله برنده جایزه ادبیات نوبل را انتخاب می‌کند، برگزیده شده است. کمیته ادبی آکادمی نوبل سوئد امسال تحت شعاع اخبار رسوایی جنسی قرار گرفت که در نتیجه آن 8 نفر از هیئت 18 نفره آن استعفا دادند. به همین دلیل پس از 70 سال برای نخستین بار اعطای جایزه نوبل ادبیات امسال برای یک سال به تعویق افتاد و به سال 2019 موکول شد. برای بررسی بیشتر همکارم شفول عباسی اینجا در استودیوست. شفول، در واقع این تعویق افتادن این جایزه در واقع نوبل ادبیات برای یک سال داستانش چی بوده؟ ماجراشو میتونی برای ما بیشتر توضیح بدی؟ شهرام، نوامبر سال گذشته 18 زن از ژان کلود آرنالد شکایت کردند. ژان کلود آرنالد یکی از چهره‌های شناخته شده فرهنگی سوئد هست و از چهره‌های تاثیرگذار در آکادمی نوبل. در واقع با این شکایت 5 عضو هیئت انتخاب جایزه نوبل ادبی استعفا کردند. یکی از اونها رئیس هیئت انتخاب بود. در واقع با این استعفاها آکادمی نوبل با مشکل جدی روبرو شد. طبق قوانین گذشته در واقع هر عضوی که استعفا می‌کرد در واقع کرسیش خالی می‌شد و اعضایی که استعفا می‌کردن در واقع غیر فعال بودند. ولی طبق قانون جدیدی که پادشاه سوئد امسال ابلاغ کرده، به ازای هر شخصی که استعفا میده در واقع شخص دیگری به هیئت انتخاب آکادمی نوبل معرفی میشه و امسال هم خانم ژیلان مساعد به همراه یک نویسنده و حقوقدان سوئدی به آکادمی نوبل معرفی شدن. در واقع شپل، به هر حال به عنوان یک ایرانی انتخاب خانم ژیلان مساعد برای ایرانیان خیلی خوشایند و به قول معروف مهم هست. حالا اهمیت اصل از قضیه چیه؟ یعنی اینکه اضافه شدن یک ایرانی به آکادمی نوبل ادبیات. خب قبل از هر چیز شهرام، خانم ژیلان مساعد یک زن ایرانی است. در واقع یک زن شاعر نویسنده در تبعید ایرانی است که در سوئد تونسته بعد یعنی از 40 سالگی به بعد زبان سوئدی رو فرا بگیره و در اون زبان 60 مقاله بگه. شعر بگه در زبان سوئدی، 60 مقاله ادبی بنویسه و 7 کتاب رو به زبان سوئدی منتشر بکنه. و در واقع فقط انتشار این کتاب‌ها و مقالات نیست، تحلیل‌ها و آنالیزهایی که خصوصاً ادیبان فرانسوی روی کارهای خانم مساعد انجام دادن تاثیرگذار بود در انتخاب ایشون. بله. و یکی از تأثیرات خیلی مهم در واقع حضور خانم مساعد میتونه آثار نویسندگان ایرانی رو و حتی نویسندگان ایرانی رو برای دریافت جایزه نوبل به نوبل معرفی بکنه. شفول عباسی، ممنون از تو.